درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان دیروز در یک برنامه بررسی کردیم نمادهایی که در فیلتر کف قیمت همراه با چند مشخصه دیگه قرار داشتن. امروز ادامه بدیم، چند فیلتر کف قیمتی دیگه را هم با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم که چه نمادهایی را پدیدار کردند و یه بررسی داشته باشیم نسبت به چند تا از این نمادها. اولین فیلتری که براتون در نظر گرفتم فیلتر کف قیمت و حجم مشکوک هستش که 12 نماد رو نشون میده، 7 نماد در منفی معامله شدن و 5 نماد هم در مثبت معاملاتشون انجام شد که نمادها رو میتونید مشاهده بکنید و حالا بریم بررسی کنیم دونه دونه این نمادها رو، برخیشون هم در همه رو که نمیرسیم. توی فلزات اساسی نماد فروژ میبینید که این اتفاق براش افتاده، نماد صنایع فروآلیاژ ایران هستش فروژ و نمادیه که عرض اولیش در برج 11401 انجام گرفته. قیمتی که عرض اولیه روش انجام گرفته مشاهده میکنید که حدوداً 3800 تومان بوده. خب همیشه ما گفتیم برای عرض اولیه ها تا بالاخره یک دو سالی نگذره و چند تا سقف و کف و کانال و اینها به ما نشون ندن نمیتونیم اظهار نظر کنیم. تنها اظهار نظری که میتونیم در ارتباط با عرض اولیه ها داشته باشیم قیمت نسبت به عرضه اولیه است، یعنی روز اولیه که انجام گرفت، که خب میبینید روز اول اینجا بوده دیگه، 3000 و تقریبا 7800 تومان، 3700 تومان قیمت روز اوله این نماد هستش. و مورد بعدی این که در هر حال هیچگاه توی این تقریبا یک سال اخیری که این نماد عرض اولیه شده قیمت از حدودای 3800 خورده‌ای پایین تر نیومده. یه بار اینجا یعنی 25/11/401، یه بار اینجا تقریبا تا نزدیکش اومده 27/4402، یه بار اینجا 7/8402 به 3800 خورده و الان هم که تقریبا به همون 3850-60 تومن برخورد کرده و یک کندل سبز داره. بنابراین با توجه به اینکه حجم مشکوک هم داره تقریبا میشه گفتش محدوده مناسبی برای خرید هستش. البته حالا زیاد خرید ها سنگین نباشه، ولی اگه خواستید الان فروژ رو خرید بکنید زمان خریدش الانه. یادم اون موقع که در حال قیمت ها اینجا بود خیلی هاتون پیام میدادید در رابطه با فروژ بررسی کنید که خب من هیچ کار بخاطر اینکه عرض اولیه بود صحبتی راجعش انجام ندادم. الان هم که صحبت دارم میکنم دلیلش اینه که خیلی نزدیک شده به قیمت عرض اولیهش، یک دوم این که خب الان تقریبا آرسایش هم در منطقه مناسبی هستش، حجم مشکوک هم که الان خورده. با این وجود اگر میخواید خرید کنین میگم سنگین خریداتون انجام نشه روی همچین نمادهایی که الان هنوز به اصطلاح کانال هاشون برای ما خیلی مشخص نیستن. البته خب نماد بدی هم نیستش، یعنی این صحبت که من دارم میکنم مبدی بر این که مثلا نماد خوبی یا بده نیستش، من دارم نسبت به قیمت اولیش میگم که اگه در حال در این حدود تا خرید بکنید معمولا اگه یکم بورس خوب را بیفته این میتونه که بعدن یک به اصطلاح حرکت خوبی را داشته باشه. همونطور که پارسال هم وقتی بورس را افتاد میبینید از 24/11 از قیمت 3900 تومان تا 16/2 قیمت 6600 تومان را بالا اومد. الان هم اگر بورس را بیفته این پتانسیلش رو داره که حالا تا قیمت های بالاتر بالای 5-6 تومن یه جورایی دیده بشه روی تابلو. ببینید دقیقا کنار فروژ یک نماد دیگه هستش فقدیر، دوتاییشون با هم دیگه حجم مشکوک خوردن، دوتاییشون هم طبق این فیلتر کف کانال هستن، دوتایی هم اتفاقا سال 1401 عرض اولیه شدن. فقدیر هم میبینید سال 1401 رو قیمت 535 تومن عرض اولیه شده، ولی الان من نمیتونم روی این نماد توصیه خرید اصلا داشته باشم. اندیکاتورها نمودارش هم که هنوز شکل نگرفته که بر اساس نمودارها بخوایم صحبت کنیم، ولی با توجه به اینکه ببینید قیمت
فاصله زیادی با عرضه اولیه خودش داره که تقریبا قیمت 545 تومان هستش، اینه که الان توصیه نمیشه که این نماد را بخواین ورود بکنید، برخلاف حالا فروش که تقریبا به قیمت عرضه اولیه خودش نزدیکه و میتونیم یه خریدی رو الان انجام بدهیم. اینم ببینید در حال یه زمانی از قیمت عرضه اولیه خودش حتی پایین‌تر اومده بوده، اینجا خیلی خوب بوده، مناسب بوده برای خرید همچین نمادی، ولی الان فعلا نمیتونیم توصیه داشته باشیم. خب نماد دیگری که در این لیست دیده میشه نماد اپرداز هستش. همونجوری که مشاهده میکنید اپرداز افت قیمت خیلی خوبی را امسال از اردیبهشت ماه داشته، از قیمت 880 تومان الان تقریبا نصف هستش، به 440 تومان هم رسید، یعنی دقیقا نصف شد قیمتش توی این چند ماهه و میشه گفتش که از نظر قیمتی در قیمت بسیار مناسبی قرار داره. کمترین قیمتی که امسال به خودش دیده حدوداً 430 تومان هست که الان با اون قیمت خیلی فاصله ای نداره. البته همین چهارشنبه هفته گذشته، یعنی بخشی سه شنبه 3/11 این هم به 440 تومان هم رسیده، 440 رو هم دیده و الان دو روزی هستش که در حال قیمتش یه مقداری بالا اومده، ولی من فکر میکنم از نظر قیمتی جایگاه مناسبی را داره. علاوه بر اینکه سال 1401 برج 9 بخش 1400 برج 9 1400 قیمت 1272 تومان رو هم اپرداز داشته، یعنی نسبت به اون سقف 1400ش الان قیمتش یک سومه و در سال 1399 قیمت 2100 تومن رو هم حدودا بهش رسیده، 2000 حالا یه مقداری کمتر، 2080 تومن نسبت به اون قیمت الان میبینید که قیمتش خب خیلی پایین اومده و یه جورایی میشه گفتش که ریسک کمی برای خرید نماد اپرداز از این لحاظ در حال وجود داره. الان قیمت بسیار مناسب هستش و حجم مشکوکم که روی این فیلتر خورده، بنابراین اپرداز رو هم میتونید جزء نمادهایی بذارید که تقریبا ریسک کمی داره و در موقعیت مناسب خرید قرار گرفته. البته نمادهای خوب دیگه هم توی این فیلتر وجود دارن، مانند پاکشو که قبلا بررسی کردیم، پارسان که روی این فیلتر قرار گرفته، میتونید بررسی های بیشتر انجام بدین چون میخوام از فیلترهای دیگه هم نمادها رو ببینیم. خب بریم سراغ فیلتر کف قیمت و کندل سعودی مثبت 5 که البته چند تا از نمادهایی که دیروز بررسی کردیم توی این فیلتر هم دیده میشه، مثل هرمز، KBC، شملی و خب حالا بریم یک دو تا اینا رو هم بررسی بکنیم. اولین نمادی که براتون در نظر گرفتم نماد کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود هستش که خب کندل خوبی زده در کف قیمت خودش و جالب جاست که این نماد تقریبا میشه گفتش از برج 3400 در یک کانال سعودی خیلی خوب و منطقی قرار میگیره و میبینید که قشنگ تو این کانال داشته نوساناتش رو انجام میداده، تا اینکه برج 2402 در حال، یا بهتر بگیم 21/1/1402 همین امسال از این کاناله یه جورای خارج میشه و خب بعد از اون اتفاقاتی که برای بورس میفته دوباره هم وقتی از این کانال خارج شده بوده و همین کانال بر میگرده و جالب اینجاست که دوباره داره به کف همون کانال واکنش نشون میده و مشاهده میکنید که یک بار اینجا 9/8 به قدر قیمت 10500 که میرسه بر میگرده به سمت بالا و الان هم تا نزدیک های کانال که رسیده، کف کانال که رسیده، واکنش رو ازش مشاهده میکنیم. در هر حال روی قیمت 11500 یه جورایی دو سه مرتبه واکنش را تو همین یک دو ماه اخیر داشتیم و به شدت حمایت میشه روی
عدد تقریبا 11500 و روز چهارشنبه هم از قیمت 11800 میبینیم که تا 12600 بالا اومده. یه جورایی بالاخره اگر توی این محدوده، یعنی حدود 11500 بتونید خریدش بکنید، من فکر میکنم که ریسک کمی داره و بعدا به راحتی شاید بتونه تا حدود 15500 که سقف کانال منطقی خودش هست و بالا بیاد، و اگر هم خب شرایط ویژه برای بورس ایجاد بشه و اتفاقاتی که حالا سال گذشته افتاد مجددا تکرار بشه، حتی توانایی اینا داره که یه شارپ اینجوری رو هم بزنه و همین امسال تا قیمت 22500 هم بالا رفته. تقریبا میشه گفتش که به نصف اون قیمت این نماد برگشت را تجربه کرده و خب دیگه بعید به نظر میسه که بخواد از این قیمت کمتر بشه، و اگر هم بشه خب در حد نوسانات خیلی سریع هستش و به نظر من توی این محدوده، یعنی حدود 11500 تا 12 بهترین موقعیت خرید برای پله اول شما برای نماد کشرق محسوب میشه. خب نماد دیگه‌ای که توی این فیلتر دیده میشه نماد شخارک هستش، پتروشیمی خارک، که اگر قیمتی که چهارشنبه به جا گذاشت و این کندل خیلی خوب سبزی که زد ادامه دار باشه این هفته و بتونه به سمت بالا حرکتشو انجام بده، یه نقطه اینجا در کف به جا بگذاره، میتونیم بگیم که اون موقع کانال صعودی ما کفش تقریبا تثبیت هست و شخارک از تقریبا نیمه مرداد ماه وارد این کانال صعودی شده، بخاطر اینکه دو مرتبه تا حالا کف کانال رو تاچ کرده، و اگر که چهارشنبه برای سومین بار این اتفاق رخ داده باشه، میشه گفتش در این کانال صعودی داره یه حرکت منطقی را فعلا انجام میده و در نهایت همین محدوده میتونه برای خرید شخارکم فعلا مناسب باشه، چون که نزدیک کف هستش، مخصوصا اینکه روز مثلا شنبه و اینها خیلی قیمت بالا نره، فرضاً در قیمت‌های حدوداً 4450 تومان و اینها باقی بمونه. البته خب اگر که کف کانال رو بشکنه و به پایین بیاد که خب بحث دیگه یه، بعید به نظر میرسه بخواد این اتفاق بیفته. در نهایت قیمت 3800 تومان رو هم امسال مرداد ماه به خودش دیده، که البته به نظر من حالا این افت قیمتی که از تقریبا اواسط تیر ماه تا اواسط و اواخر مرداد داشته، بیشتر تحت تأثیر اون نامه هستش که بالاخره رو شد و نباید اینقدر پایین می اومد. یعنی در نهایت شخارک هم باید همین جاها بازگشت را انجام میداد، ولی خب دیگه حالا این قیمت 3800 رو هم دیده، بعد از اون دیگه هیچگاه پایین تر از 4 تومن قیمتش تقریبا نیومده و الان هم 4570. برای بلند مدت این نماد فکر میکنم که قیمت مناسبی میتونه باشه، به خاطر اینکه همونجور که مشاهده میکنید بالاخره هر از گاهی یه شارپ خوب میزنه و منتظر اون شارپ باید باشیم. این شارپ ببینید بالاخره هر سال، سال 1099ش رو میبینید، سال 1400ش رو میبینید، حالا 1401ش مقداری ضعیف‌تر بود، ولی خب بالاخره سعودی بود، 1402ش در عوض خیلی خوب بود، و سالهای قبل هم که نگاه بکنیم کلن یک روند سعودی خیلی خوبی را این نماد داره دیگه. برگردیم مثال 95 رو، قیمت مثلا 114 تومن سال 95 7 سال پیش بوده، الان به 4500 و حتی بالای 7 تومن هم قیمتش همین امسال رسیده بود. بنابراین روند سعودیش را تونسته به خوبی حفظ بکنه در بلند مدت، حتی تأثیرات سال 99 را هم ببینید که خیلی معاری این نماد به چشم نمیاد و برعکس مثلا اپرداز که از 99 تا حالا همش نزولی حرکت کرده و درست حالا قیمتش مناسب شده، ولی اینم خواهم میگم که ببینید این نماد نمادیه که کلن حالتش سعودیه، یعنی بایستی در اصلاح ها و جایی که خب قیمت خیلی خوب پای میاد خریداتون را انجام بدید. الان هم که مجددا تو کانال سعودی
افتاده. حالا این کانال سعودی شو جالب اینجاست که مگه ادامه بدن، ببینید پارسال برمیگرده به 25 هفته 1401، یعنی از اونجا وارد این کانال سعودی شده بود. این شارپه ذره کار رو خراب کرد از برج یک امسال تا برج دو، خیلی غیر منطقی اومد بالا. اگر تو همین کانال حرکت خودشو ادامه میداد خیلی بهتر میتونست بده. در حال میتونیم منتظر یه همچین حرکتی باز مجددا باشیم، چون قبلا هم سابقهش رو داشته و حتی اینکه میشه ازش توقع داشت مانند این چند بار اخیر که تونسته سقف قبلی خودش رو هم بشکنه و یه سقف جدیدی رو به جا بگذاره، مثلا این بار بتونه تو عدد 7500 یا 8000 یا این حدودها بالاتر از سقف قبلی خودش قرار بگیره. پس برای کسایی که مخصوصا بلند مدت دارن فکر میکنن، من فکر کنم که نماد خوبی میتونه باشه شخارک. خب نماد بعدی نماد ولی شرق هستش، لیزینگ ایران و شرق، که در جای بسیار حساسی واقع شده این نماد. همونجور که مشاهده میکنید اگر شارپ امسال وجود نداشت، این نماد بایستی در یک کانال سعودی به این شکلی به حرکت خودش ادامه میداد. حالا اینجا خیلی مهمه، فعلا واکنش رو داشتیم روز چهارشنبه روی کف همین کاناله که احتمالا بایستی ادامه پیدا می کرد، در حال یه واکنشی وجود داشته. اگر این از دست بره خب دیگه اصلا این کانال معتبر نیست و بایستی حذفش کنیم. هنوز از دست نرفته و خب میتونه که بازگشت را داشته باشه، سوای اینکه بالاخره اصلاح خوبی هم امسال میشه گفتش نماد ولی شرق انجام داده، تا حدودای 955 رفته، الان تقریبا نصف اون قیمت هستش و اگه ما نسبت به آخرین حرکتش یه فیبو بذاریم میشه گفتش که همه حمایت ها را هم رد کرده، فقط حمایت 7800 هست که تا نزدیک های اومده و بازگشت را تجربه کرده. الان بین 7800 و 6100 هستیم و تقریبا میشه گفتش مکان مناسبی هم برای خرید محسوب میشه، مخصوصا اگر که این هفته بتونه مثبت خودش رو پس بگیره و توی اون کاناله که اول رو کاورتون کشیدم بالاخره حرکت خودش رو به صورت سعودی ادامه بده، وگرنه خب باید صبر کنیم که ببینیم تا کجا میتونه پایین بیاد. بنابراین میشه مثلا یه پله خرید رو فعلا اینجا انجام داد و اگر مثلا به قیمت 340 تومن رسید یه پله دیگه میانگین کم کرد در ارتباط با لیزینگ ایران و شرق. خب در نهایت نمادهای دیگه ای باز در این فیلتر دیده میشن که حالا میتونید بررسی های بیشتر روشون انجام بدید. من سعی کردم نمادهایی بگم که توی این مدت بالاخره بهشون نپرداخته بودیم و کمتر بررسی شده بودن. وقت برنامه اجازه نمیده نماد دیگه بررسی بکنیم، منتظر نظرات خوبتون در ارتباط با این نمادها هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.